خب بریم سراغ دستور میرر از بخش پترن توی این قسمت هم مثل قسمت قبل میخوام این باکس رو تکمیل کنیم ولی به جه استفاده از کپی از میرر استفاده میکنیم همطور که میبینید پنجرهش هم شبیه کپی هستش من میخوام اینجا این قطعه رو کپی کنم یا میرر کنم تو بخش بالایی روی میرر کلیک میکنم و قطعاتی که میخوام میرر کنم رو انتخاب میکنم و بعدش من یک صفحه میخوام که نسبت به اون صفحه اینا رو میرر کنه اینجا میتونم از صفحه میانی این قطعه استفاده بکنم که فکر میکنم این باشه درسته و همینطور که میبینید مثل دستور کپی اینجا دوباره کنار قطعات و اون یک سری گزینه داریم که اولیش صفحه میررش میکنه و ارتباطش رو با قطعه رفرنس قطع میکنه و اگر رفرنس رو شما تغییر بدید این قطعه تغییر نمیکنه. گزینه دوم ریوز هست و با رفرنس این مرتبطه و با تغییر رفرنس این هم تغییر میکنه و گزینه سوم هم که این رو کلا حذفش میکنه هر قطعه ای که این تو باشه رو میتونید با این از اینجا حذف کنید و میررش نکنید خب و در این کنار هم شما میتونید به جای اینکه برید جای دیگه سفیر انتخاب کنید از صفحاتی که توی اون اسمبلتون وجود داره استفاده کنید برای میرر کردن اینجا ریلیشنشیپ ها رو همراش میرر میکنه و قطعه رو گراوندت میکنه بعد از میرر کردن و تو بخش پایینی پریویو رو براتون روشن میکنه یا خاموش میکنه من این رو هم میذارم روی ریوز نکست و اینجا هم ازش اسمبلی جدیدی میتونم بسازم با کلیک کردن روی این تیک و اسم جدید بهش دادن که اینجا خودش میبینید این ام آی اضافه میکنه مخفف میره بهش میتونید پاک کنید و اسم دیگه بذارید ولی اینجا من اصلا بری جدیدی نمیخوام و این رو اوکی میکنم میبینید خودش اینجا میررش کرده ولی این رو با این ریلیشنشیپش رو برقرار نکرده و من باید اینجا خودم دستی این کار رو انجام بدم روی این گزینه کلیک میکنم و اینجا و طبق معمول این رو درست نمیذاره سر جاش و خودمون باید درستش کنیم خب حالا میخوام که این رو به این سمت میره کنم دوباره از این تصویر استفاده میکنم کل اسمبلی رو انتخاب میکنم و میخوام که همشون ریوز بشن روی بالاترین ساعت اسمبلی کلیک میکنم که اسمش لینک سلایت هستش و روی ریوز کلیک میکنم به عنوان میررم از صفحه میانی این صفحه میتونم استفاده بکنم که فکر میکنم xz بد باشه میتونیم کلیک کنیم و درست xz و اوکی نمیخوام قطعه جدید درست کنه صرف میخوامش استفاده بکنه با یک اندیس دو جلوش میذاره که متوجه میشید از همونه فقط دوم میشه خب و اینجا از این من میرر میگیرم از این قطعه و میتونم به قانه میرر پلینش کلیک کنم و از خودش استفاده بکنم اینو باز میکنم و اوریژین به عنوان اوریژینش یعنی میرر پلینش از صفحه XY وای استفاده می کنم که این باشه و next. اینجا می خواهیم چون که اندازش رو تغییر بدیم میذاریم که روی میرر بمونه و نکست اینجا اسمش رو من میذارم 400. این هم به همین طریق اوکی و میبینید که اینو ساخت اونجا گزینه گراوند فعال بوده اینو اکتیو کرده اینو من میتونم بازش کنم دوباره اون تعداد سوراخاش رو به تب... به سه تبدیل کنم و اینجا با استفاده از دستور جوین فیکسش کنم اینجا روی این سوراخ و پوزیشنش رو درست میکنیم اوکی دوره میتونیم این قطعه رو میرر بکنیم با استفاده از صفحه میانی این قطعه قطعه بالایی ببخشید اگر شما انتخاب کردید میتونید روی میرر پلین کلیک بکنید و بعدا صفحتون رو انتخاب بکنید من یه خوره بیدقتی کردم توی انتخاب و الان درست شد خب اینجا میتونید میره رو بذارید باشه چون واقعا میره یا اینکه پاکش کنید و به همون اسم ذخیرش کنه اینجا اگر روی ریوز کلیک میکردیم دیگه اینجا اسم جدید نمی و همون رو کپی میکرد و حالا میتونیم کل این رو میره کنیم بیاریم نسبت به صفحه مرکزی این قطعمون که میشه اینجا زد وای اشتباه بود اگر روش نگه می داشتیم نشون می آها من بخواد یه کلان دارم قطعه اشتباه انتخاب میکنم این زدوای درست بود ولی باید اینجا بزن روش وای میسادیم نشون میداد خیلی به حساب ولی خب متاسفانه نشون نمیده و اینجا من انتخاب میکنم که اینا همشون ریوز باشن خب اینکه کجا از میره استفاده بکنید و کجا از کپی همونطور که دیدید میشه از جفتشون تو خیلی جاها استفاده کرد و تقریبا میشه گفت یه جاهای تفاوتی با هم ندارم فقط پروسه کاریتون کمتر بیشتر میشه اینکه کجا از کدوم استفاده کنید دیگه برمیگرده به لاجیک کاری که انجام میدید و جایی که ازش دارید استفاده میکنید میتونید بین این دوتا اونی که زمان کمتری از ازتون میگیره از اون استفاده بکنید اینم درس این جلسه شاد و خندون باشید